تروریسم چیست؟ آیا می توان فهمی از تروریسم ارائه داد که در دنیای پر از منافع متضاد مورد پذیرش جهانی قرار بگیرد؟ سلام. جالب است بدانید که یکی از اولین مثال‌های استفاده سیاسی و رسمی از لفظ ترور توسط دولت پس از انقلاب فرانسه و در توصیف رفتار جاری خود اون دولت بود. در 1793 اون دولت گفت ترور نظم جاری ماست. در همون زمان روبسپیر از رهبران انقلاب فرانسه گفت ترور چیزی نیست مگر عدالت قاطع و سریع و بی چون و چرا. اما به مرور زمان این لفظ و مشتقات اون از جمله تروریسم دچار دگرگونی شد. شاید اصلی ترین تحولی که این لفظ به خود دید این بود که دیگر هیچ دولتی یا گروه و فرد سیاسی از اون برای توصیف اقدامات خشونتبار خود استفاده نکرد. برعکس، هر نهاد و موجود سیاسی سعی کرد اقدامات خشونتبار مخالفان خود را مصداق ترور و تروریسم بخواند. این وضعیت در دنیای پر از منافع متضاد پیریزی تعریفی قابل قبول و جهانی برای تروریسم را ناممکن کرد و این در شرایطی است که تروریسم کماکان و به نحو روزافزون قربانی می‌گیرد، به خصوص از میان غیر نظامیان که سهمی در مجادله‌هایی که عوامل تروریسم را می‌انگیزد ندارند. تروریسم چیست؟ عناصر اصلی که در تعریف تروریسم وارد می‌شوند چه هستند؟ اگر می‌توان عناصر اصلی و اولیه در تعریف تروریسم را شناسایی کرد، چرا نمی‌توان از این مخرج مشترک برای پیریزی تعریف پذیرفته شده و جهانی از تروریسم استفاده کرد؟ این موضوع را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل، در بحث امروز در مورد آنچه که در تعریف تروریسم باید بگنجد می‌گوید. ناهید بهمنی، فعال سیاسی کرد، می‌گوید در تعریف تروریسم غالباً اقدامات خشونتبار دولت‌ها علیه مخالفان نادیده گرفته می‌شود. و نجاح محمد علی، تحلیلگر سیاسی، میگوید مخالفان مسلح غالبا اقدامات تروریستی خود را در لوای خواستهای سیاسی و قومی مطرح میکنند و همین باعث دستخوش خدشه شدن تعریف تروریسم شد. خیلی خوش آمدید آقای محمودی. به ما بگید عناصر اصلی که فکر میکنید در تعریف تروریسم باید بیاد چه هستند؟ سوال شما بسیار جالبه، برای اینکه میگید باید بیاد. اجازه بدید من بگم عناصری که وجود داره و در واقع موافقت نامه های مختلف بین المللی ازش استفاده شده تا حالا و اینکه چرا این عناصر در واقع نمیشه گسترش بیشتری پیدا بکنن که جامعیت بدن به یه تعریفی که مورد قبول همه باشه. در حال حاضر ما 19 در واقع کنوانسیون بین المللی داریم که بیشتر کشورهای دنیا عضو اینا هستن و تعریفی که شما در اکثر اینا یا در همه اینا میبینید با کمی تفاوت روی دو سه موضوع تمرکز داره. از جمله میشه گفت، اگه بخوایم خیلی خلاصه بکنیم چون تعریفش مفصله از نظر حقوقی میخوان دقیق باشن، ولی لب در واقع کلام در این است که تروریسم عبارت است از انتشار یا اشاعه رعب و وحشت بین مردم عادی، غیر نظامیان به خصوص، با استفاده از ابزار خشونت‌آمیز به منظور اینکه دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی رو وادار به انجام کاری بکنند یا وادار به اجتناب از انجام کاری بکنند. خب این تعریف از دهه 1960 میلادی تا حالا همینجور تکرار شده در این اسناد مختلف و البته در طول این سالها و به خصوص بعد از جریان حمله تروریستی در امریکا 2001 تغییراتی درش حاصل شده، به طور اخص در سطح ملی
چون این ابزار بین‌المللی همشون با قوانین داخلی هم تکمیل شدن. بله. و در قوانین داخلی و به خصوص در اتحادیه اروپا و این کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستن، مسائلی که اضافه شده این است که به جای اینکه خود این تعریف پایه‌ای رو در واقع بهترش بکنن، اومدن دو لایه جدید از جرم‌ها رو اضافه کردن. یکی به اصطلاح جرم‌های مرتبط با تروریسم و یکی جرم‌های کمکی یا تسهیلی در مورد تروریسم. تأمین مالی تروریسم مثلا. تأمین مالی تروریسم، ترغیب به تروریسم، عرض شود که ایجاد آموزش تروریسم، ترتیب دادن سفر به مقصود تروریسم. و در مرحله الان، یعنی در الان آخرین تحول این است که تنها این مسائل جرم نیستن، حتی اگه کسی سفرم بکنه به یه منطقه‌ای که در اونجا عملیات تروریستی داره انجام میگیره یا یه گروه تروریستی مثلا داعش مشغول عملیات هستش. منظورتون سفر به منظور ملحق شدنه؟ ملحق شدن به اونجا باشه. منتها باز اینم خب یه امر در واقع میشه گفت ذهنیه. چجور میتونید ثابت بکنید که من بلیط خریدم برم اونجا که ملحق بشم؟ ولی منظورم این است که این تحولات و به خصوص افزایش تروریسم به فرم‌های مختلف و با تأکید روی موفقیت‌هایی که داعش داشت در 4-5 سال گذشته که غیر قابل تصور بود قبلاً، باعث شده که دولت‌ها همه شروع کنند به فکر اینکه جرم‌هایی که قبلاً یا عملیاتی که قبلاً جرم نبود، اینا را هم به عنوان جرم تروریستی محسوب بکنند. این تلاش‌های دولت‌ها و اون کنوانسیون‌هایی که گفتید، به رغم نداشتن یک تعریف جهانی و بر اساس اون تعریف یک کنوانسیون جهانی در ارتباط با تروریسم، یعنی چیزهای جانبی هست، مثلا در ارتباط با تأمین مالی تروریسم یک کنوانسیون هست، در ارتباط با بمب‌گذاری کنوانسیون هست، ولی سازمان ملل یک کمیته تشکیل داده از حدود 2002-2003، بعد از 15-16 سال هنوز به یک تعریف جامع نرسیدن. چرا؟ و احتمالا نخواهندم رسید. علتش این است که اجازه بدید من یه جمله کلیشه‌ای رو که همه میگن رو تکرار بکنم، برای اینکه این جمله خیلی روشن میکنه علت رو. و اون این است که میگن تروریسم شما مبارز ماست یا مبارز برای آزادی ماست. بنابراین دولت‌ها و افراد نظر مختلف از همون عمل کرد دارن. عملی که از دیدگاه یک گروه یا یک فرد ممکن است یه عمل قهرمانانه افتخارآمیز باشه، از دیدگاه طرف مقابل یه عمل تروریستیه. بنابراین شما یه تعریفی رو انتخاب بکنید که مورد قبول همه کسایی که درگیر این عملیات هستند تقریبا محاله. خانم بهمنی، شما مشکل در ارتباط با تعریف تروریسم رو چی میدونید؟ اولا عرض کنم که اینکه یه تعریف واحدی وجود نداره دنیای مدرن رو با یه مشکل خیلی بزرگ مواجه کرده. بنابراین تعریف متعددی وجود داره. به قول آقای محمودی، آزادی خواه من تروریسم طرفه، تروریست طرفه. من فکر میکنم که تروریسم اون مفهوم کلاسیکی رو که من ازش میفهمم عبارت از اینه که از بین بردن طرف و یا به اصطلاح تهدید به اقدام از بین بردن طرف مقابل برای در راه رسیدن به اهدافی که من مد نظر دارم. من این شیوه رو، یعنی شخصا اصلا مطرود میدونم و پسندیده نیست در دنیای، مخصوصا دنیای امروزی که مبتنی بر میثاق‌های حقوق بشر و بشر قدر و قرب بیشتری داره. ولی کلاً اون چه که به مسئله کرد برمیگرده، اگه سوال شما رو دقیق فهمیده باشم، اینه که در کردستان حدود 40 سالیه که مردم کرد برای رسیدن به حق و حقوق خودشون مبارزه میکنن. این اصل لازم از اینجا تأکید بشه از تریبون شما که ملت کرد چه در ایران و حتی در عراقش هم هیچگاه به مورد تروریسم برای رسیدن و نیل به اهداف خودش هیچ وقت عمل نکرده، از بین بردن طرف. اگر کاری هم کرده صرفاً، یعنی مبارزه مسلحانی رو سازمان داده یا ایستادگی کرده، صرفاً برای رسیدن به خواست‌ها و حق موضع دفاعی داشته. و اگر 40 سال قبل آقای خمینی دستور جهاد علیه مردم کرد رو صادر نمی‌کرد،
چه بسا حسا دست بردن به اسلحه هم کار ناممکن و مشکلی می بود. بذارید در واقع از اصل مطلب شروع کنیم که غالبا مصداق ها هستند، جایی که گنگ بودن تعاریف مشکل ایجاد میکنه شاید مصداق ها کمک کنن. اخیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که حمله موشکی کرده به مقر شماری از احزاب و سازمان‌های کرد که در عراق مستقر هستند، در شمال عراق. شما این رو مصداق تروریسم می‌نامید، حمله موشکی به کردها رو، یا نه؟ این در ادامه این اقدام که در 8 سپتامبر امسال صورت گرفت، ادامه تهاجمات و تروریسمی هست که جمهوری اسلامی طی این 40 سال در مقابل کل اپوزیسیون خیش و از جمله مردم کرد قرار داده. لازم به ذکر که بگم قبل از اقدام موشکی در همین کردستان عراق قریب 400 نفر از مخالفین رژیم به شیوه های گوناگون ترور شدند. و از چه سالی؟ طی دهه های 80 و 90 تا بعد از انقلاب ایران منظورتونه؟ بعد از انقلاب ایران، بعد توسط این رژیم. و من فکر میکنم حمله موشکی تجاوز برون مرزیه که معمولاً در اقدامات جمهوری اسلامی هست، و این وگرنه خود اقلیم کردستان و یا حکومت عراق نه تنها خصومتی با حکومت ایران نداره، بلکه خیلی رابطه نزدیک و دوستانه ای دارن. هجوم موشکی به خاک عراق از داخل ایران هیچ معنای دیگری غیر از ترور، اونم نسبت به یک گروه معین و یک خواست معین در راستای خواست معین صورت میگیره، نظر من ترور نامیده میشه. آقای محمد علی، نظر شما چیه؟ البته 100% من مخالف حرف ایشون هستم درباره مصداق تروریست و ترور. اما من میخوام یه خورده چند لحظه اگر اجازه بدید یه توضیحی میدم درباره اسم او تعریف تروریست، و میخوام استفاده میکنم از شعاری که سپاه پاسداران ازش استفاده میکنه در لوگوی خودش. یک آیه ازش استفاده میکنه، اسم اگر ترجمه میکنیم دقیقا تروریست کلمه ارهاب در زبان عربی اومده و در قرآن اومده. ارهاب که یعنی جنگ؟ نه، ارهاب یعنی تروریست. آها، در زبان عربی دقیقا ارهاب. ترجمه دقیق، نه ترجمه اصطلاحی. بله، يعني القرآن ميفرمايد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لترهبوا، إرهاب لترهبوا به بخش أول إن در عدو والله أحسنت حتى هم در وقت كونها سخراني ميكونان يادم برنامه أصلا بنام برنامه سپاه پاسداران از صدا و سیما پخش میشه، از همین آیه استفاده میکنه سپاه پاسداران که وأعدوا لهم، یعنی شما خودتون آماده کنید از هر ابزار نظامی و غیر نظامی برای تخویف، نه ارعاب به معنای ارعاب. ارهاب اینجا به معنای ارعاب نیست، به معنای بازدارنده تا دشمنتون بهش یک پیامی میرسونید که نمیتونه به شما حمله میکنه. خب به چه نتیجه آیه... میخواید برسید؟ میخوام به این نتیجه برسم که جمهوری اسلامی ایران، البته من مدافعش نیستم و نمایندش هم نیستم، دارم تحلیل میکنم، جمهوری اسلامی ایران چون خودش از این آیه استفاده میکنه و چون خودش اعتقاد میکنه به مبنای اسلام عمل میکنه، در اسلام جنگ همیشه جنگ دفاعی وجود دارد. بنابراین هر حمله، مثلا حمله به حزب دموکرات یا پایگاه حزب دموکرات در کردستان عراق، قبلا زمان صدام حسین حمله میکردن به پایگاه اشرف در عراق، طبق این 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 مفهوم ایران عمل میکنه که جنگ بازدارنده. و از لحاظ بین الملل هم سازمان ملل و منشور بین الملل ماده 51 همچنین اجازه میدهد به جمهوری اسلامی ایران حمله میکنه به پایگاه‌هایی که معتقد هست که این پایگاه‌ها سازمان ملل اجازه میده که ایران به خاک عراق موشک پرتاب کنه. نه فقط خاک عراق، کدوم معاهده سازمان ملل؟ ماده 51 منشور بین الملل. شما چی میگه؟ میگه اگر متنش میخوای بیارید همین در میاریم الان. اجازه میدهد کشوری که وقتی که احساس میکنه امنیت ملیش داره ضرر پیدا میکنه از یه جایی میتونه کار بازدار، اصلا کار بازدارنده، در حالی که حزب دموکرات یا اون گروهایی که
در کردستان عراق رفتن اقدام به عملیات تروریست انجام دادن. اومدن مرزبانا 11 تا مرزبان ایرانی کشتن در مرز عراق و کردستان. در داخل ایران هم عملیات تروریست انجام دادن. یعنی در پرانتز گروه های کرد فعلی، نمیگم همشون، مثلا ممکنه اسم هم میارم اگر اجازه میدید، مثلا حزب کومله یا حزب دموکرات کردستان از اسلحه استفاده میکنه، مبارزه مسلحانه استفاده میکنه برای تحقق به اهداف خودش. در خود سازمان بین الملل در حالی که هنوز به تعریف واحدی هم نرسیدن، اینو قبول دارن که توسل به خشونت برای تحقق اهداف سیاسی ایدئولوژی این تروریست محسوب می شود. دو تا نکته مهم در صحبت های هر دو مهمان هست آقای محمودی، یکی دفاع از خود و دیگری بازدارندگی. اتفاقا شما یک مقاله در نشریه مطالعات حقوق بین الملل استکهلم نوشتید که من خوندم و راجع به همین در مقالتون صحبت کردید. آیا میشه با توسل به دفاع از خود و یک قدم اونورتر بازدارندگی حملات آینده‌ای که عملا توسعه این حوزه معنایی دفاع از خود هست اقدام به از بین بردن مخالفان کرده، به شکل خشونت آمیز مثلا با موشک بهشون حمله کرد؟ مسئله این که به صورت پیشگیرانه شما نیروی نظامی به کار ببرید در حقوق بین الملل جای بحث زیاد داره. من شخصا و یه عده امیدوارم زیاد با من نظرشون این است که کاربرد پیشگیرانه زور، توسل به زور، فقط زمانی است که تمام قرائن نشون میده که هر لحظه ممکنه حمله شروع بشه، طرف مقابل دم مرز صف بندی کردن، نه اینی که مثل پرزیدنت بوش در سال 2002 یه استراتژی اعلام کرد بعد از اون جریان 11 سپتامبر که مثلا اگه ما حدس بزنیم که در 10 سال آینده ممکنه یه گروهی از فلان کشور با ما حمله کنن، ما حق داریم از حالا در بهشون حمله بکنیم که اینا این امکان رو پیدا نکنن. این مورد قبول نیست. دیوان بین المللی دادگستری هم در دو کیس خیلی مشخص گفته همچین چیزی قابل قبول نیست. خانم بهمنی، در صحبت‌های شما و در صحبت‌های آقای محمد علی نکته‌ای که بهش اشاره نشد این است که در این مخاصماتی که شما معتقد هستید برای دفاع از خود سازمان‌های کرد ناچار بهش وارد شدن، آقای محمد علی معتقد دولت ایران برای حفظ امنیت وارد شده، غیر نظامی ها گرفتار میشن. یکی از اون حوادثی که اخیراً ازش فیلم در اومد و به خوبی نشون میداد که غیر نظامی ها وقتی گرفتار میشن چه حال و هوایی ایجاد میشه رو ما الان روی این پرده میندازیم. این حمله ای بود که به مجلس ایران انجام شد و کسایی که گرفتار شدن درش غیر نظامیانی هستند که اومده بودن شکوایی هاشون رو بدن به نمایندگان مجلس. سازمان های مخالف مسلح چه کار میکنن که در حوادث این چنینی غیر نظامی ها گرفتار نشن؟ درسته. نمیدونم چقدر آشنایی دارین با شیوه مبارزات مسلحانه در کردستان ایران. من مختص این عرصه صحبت میکنم، کاری به بقیه کردستان ها ندارم. جمهوری اسلامی بسیار به توسل به مسئله حمله به غیر نظامی ها به منظور رسیدن به هدف اصلی عبارت از کشتن پیشمرگه ها یا حمله به سازمان های سیاسی استفاده کرده، تا برعکس. مسئله قارنا و قلاتان الان یک کیس بین المللیه که اتفاقا روستاهایی که در کردستان عراق در 59-60 بهش حمله شد بدون هدف، چه بسا فکر کرده بودن در اونجا گروه‌های به سر ببرن. اقدامات دولت ایران، از آقای محمد علی میپرسم، هرچند ایشون گفتن که نماینده دولت ایران نیستن، فکر میکنید سرباز مسلح میتونه یک هدف مشروع برای عملیات مسلحانه باشه؟ من فکر میکنم نه. ببینید، من نمیتونم عموما نمایندگی کل ذهنیت مردم کرد رو در این رابطه بکنم. نماینده سازمان معین به اسم کومله هستم که یه سازمانیه که افکارش بسیار انسان مدار و
انسان دوستانه هست. حتی در جنگ های مسلحانه، این هم تبلیغ نیست، واقعیتیه. در جنگ هایی که بهش تحمیل شده بی نهایت دست به عصا و محتاط بوده در مورد حمله به سربازها. همیشه اسرایی که سرباز بودن در جنگ ها، در تخاصمات مسلحانه بین ما و دولت صورت می گرفت، اسیر می شدن، بی نهایت روابط انسانی و اینا تفکیک می شدن از نیروهایی که آمدن و ایدئولوژیکن به صف مقابله با تو آمدن. و بحث سرباز همیشه جدا بوده از نیروهای اسپشلی که مستقیما برای این امر به هجوم رو آوردن. پس فکر میکنید در حملات این چنینی؟ من فکر میکنم کشتن سرباز کار خوبی نیست، چرا که موقعیت سرباز با نیروهای مخصوص فرق میکنه، سپاه پاسداران باشه، بسیج کار باشه، خوبی نیست. به چه معنا؟ یعنی این نیروها تلاش میکنن سربازان رو هدف قرار ندن و اگر بدن، اگر سربازان تلفشن، این کار محکومه و عملیات تروریستیه. به هر حال در جنگ خیلی ایدئال نمیشه عمل کرد، چه بسا ممکنه بین این نیروها تلفاتی هم در سربازها ایجاد بشه یا مثلا کسای کشته بشن بدون خواست طرف. بله. که در صفوف سرباز بودن نه مثلا سپاه پاسداران. ولی به طور عموم نظر من سرباز موقعیتش با نیروی مخصوص فرق میکنه. سرباز به خاطر دلیل حقوقی مدنی سربازی میکنه و به کار گرفته میشه، در حالی که یه دوره تخصصی یا یه دوره به هر حال دستوری و قانونیه که باید اثر بگذرونه. بله. و در طی این دو سال یا شانس بیاره در جنگ ها درگیر نشه. بله. یا بشه. بله. در حالی که نیروی طرف دیگه نیرویی که با هدف به جنگ رو کرده، بنابراین به همین درجه خواست خودش فکر که تفاوت تعاریف است، باید در عمل هم تفاوت باشه. آقای محمد علی، حمله موشکی نیروهای امنیتی ایران به اماکن احزاب کرد در کردستان، حمله به اماکنی است که درش آشپز هست حتما، چه میدونم چه بسا نظافتچی باشه، خانواده اون افراد مبارز و مسلح هستن و قطعا درش غیر نظامی تلف میشه. اگر چنینه، چرا این عملیات تروریستی نیست؟ برای اینکه غیر نظامیان رو هدف قرار میده تعمدن. اولا همون طوری که ایشون سوال کردن، شما از کجا میدونید اونا قطعا نظامی نیستن؟ وقتی که این پایگاه نظامی برای یک حزب اعلام میکنه، الان ایشون فرمودن گفتن در جنگ، یعنی اعلام میکنه جنگ وجود داره بین حزبشون، گروهشون و بین دولت. بنابراین هر چه باشد، خب آشپز مسلح، شما آشپز مسلح بفرض، یعنی پایگاه نظامی، خب آشپز هم داره، آشپز داره، ولی آشپز دکتر هم داره. میدونید شما فکر میکنید در تلف در حملات داعش دکتر هم داره، غیر نظامی تلف نمیشه؟ شما میدونید داعش الان همون سازمان داعش، وقتی که ایران یا خود امریکا یا هر کشوری دیگری مثل روسیه میرن حمله میکنن به پایگاه خودشون، خب اونا حتی پزشک هم دارن، پزشک دارن، میاد پزشکی میکنه، برای معالجه میکنه برای زخمی های خودشون. آیا این پزشک به عنوان غیر نظامی محسوب میشود یا به عنوان غیر تروریستی محسوب میشود؟ همینطوری که در البته من این نمونه شما چون داری مطرح میکنید، من اطلاعات دقیقی دارم. قبل از هر عملیاتی و بالخصوص این عملیات که اخیرا انجام شد، موشکی هماهنگی شده با حکومت اقلیم کردستان، یعنی خبر داده بودن قبلا که ما میخواییم اینو میزنیم، شما می کار خودتون انجام بدید که به اونها بگید حمله نکنن از کشور کردستان. این رو از کجا میدونید؟ یعنی از کجا میدونید که اعلام شد؟ خبر اعلام شد. آره. کی اعلام کرد؟ ایران اعلام کرد. ایران اعلام کرد. اعلام کرد. موضع عراق چی بود خانم بهمنی در مورد این؟ هرچند مبحث وارد یه چیز دیگه میکنه، مبحث وارد مثل حملات ترک ها، مگر ترک حمله نمی کنه به پایگاه نظامی کردستان در عراق؟ آیا کردستان فکر به نظر شما بر اساس اون واکنش هایی که برانگیخته شد از جانب دولت کردستان عراق، دولت کردستان عراق خبر داشت از اون حملات موشکی ایران؟ من فاکت دقیقی ندارم در این رابطه. بله. میگن آثار و علائمی نشون داده میشه که قبلا به اونا اعلام کردن که نه حمله موشکی، ولی ما حملات تلافی جویانه انجام میدیم. اگر اینها همچنان در خاک شما به
باشن. باشن. آقای محمودی، این بحث بین خانم بهمنی و آقای محمدعلی بر سر تلفات غیر نظامیان من رو به یه موضوع مهم میرسونه. اگر بخوام خلاصه‌تر بگم، عنصر تلفات غیر نظامی در تعریف تروریسم چقدر مهمه آقای محمودی؟ الان چون بحث جدی هست راجع به تلفات غیر نظامی و اونهایی که ممکنه با توسعه معنایی غیر نظامی شمرده بشن، چون میدونم آشپز در یک پایگاه یا حتی سرباز وظیفه. من که یه تحقیقی رو میخوندم، تحقیقی مربوط به کتاب الکس شمیت که یکی از در واقع تئوریسین‌های صاحب نام در امر تروریسمه، ایشون 109 تعریف از محافل دانشگاهی مختلف رو جمع کرده همراه با همکارش آقای یونگمن، و در این 109 تعریف اومده ببینه که بسامد یا تکرار الفاظ به ما چی میگه. در این 109 تعریف که توسط محافل آکادمیک در دانشگاه مختلف دنیا داده شده، کلمه violence خشونت، فورس اعمال زور، 83 بار تکرار شده. حالا چرا این کارو میکنه؟ میخواد ببینه که اون عناصری که مهم هستن و پذیرفته شدن به عنوان بخش مهم تروریسم چی هستن. دو، پولیتیکال، یعنی هدف سیاسی که البته بعد از 2011 عقیدتی هم زیر مجموعه اینه، هدف سیاسی عقیدتی یا به گفته خانم بهمنی ایدئولوژیک، 65 بار در این 109 تعریف تکرار شده. threat of violence یعنی تهدید به خشونت 47 بار تکرار شده. fear وحشت و هراس، یعنی برانگیختن وحشت و هراس، 51 بار تکرار شده. این به ما چه میگه؟ جالبه 37 بار تلفات غیر نظامی تکرار شده وقتی که تعاریف آکادمیک تروریسم در 109 مورد بررسی شده. این ما چی میگه؟ آیا اهمیت قضیه داره کاهش پیدا میکنه؟ گمان نمیکنم. مسئله غیر نظامی ها همیشه مسئله پایه‌ای است به نظر من در بحث تروریسم پایه‌ای است، برای که از اونجا اصلا شروع شده و هنوزم که هنوزه مسئله است. در حتی در دوران جنگ هم روزنامه نگارا، راننده ها، آشپزا، کادر اداری، کادر بهداشتی، اینا همشون جزو گروه محافظه شدن، یعنی محافظت شدن در مقابل حملات، نباید بهشون حمله بشه. حتی اگه دو طرف همدیگر رو، نیروهای نظامی همدیگر رو بکشن، مجاز نیستن به اون افراد حمله بکنن. منتها مسئله که هستش، اتفاقی که میفته معمولا مسئله نیاز به کاربرد نیروی نظامی و تناسبشه. شما وقتی یه موشک میفرستید برای این یک دهکده‌ای که فکر میکنید در اونجا افراد مسلح کرد مستقر و میخوان حمله بکنن، خب طبیعی است که یه عده زیادی هم غیر نظامی کشته میشن. که به اسرائیل هم وارد میشه دیگه، یعنی گفته میشه که تناسب اقدامات اسرائیل در مقابل با مخالفان مسلحش که دولت هم نیست. بله نیست. منتها میدونید باز در مورد اسرائیل، چون از بحث ما خارجه، اونجا تقریبا تعمدن این کار میکنن، برای اینکه میگن غیر نظامی ها همشون میرن تو مدرسه، مثلا سربازه میرن تو مدرسه خودشون رو قایم میکنن که ما نزنیمشون. غیر نظامی ها سپر بلا هستن. سپر بلا. در حالتی که در حالت عادی الان در یمن، در جاهای دیگه، شما خیلی آدم های غیر نظامی میرید که با جنگ هیچ کاری ندارن، ولی به هر حال بهشون حمله میشه. شما میخواستید نکته بگید؟ خیلی کوتاه. ایشون به نظر من تعریفش صحت صدق میکنه، پیدا میکنه اگر بین دو تا دولت در حال جنگ هستش. اما ایشون داره صحبت میکنه بین یه گروه غیر قانونی به نظر ایران و دولت ایران. من سؤالی از ایشون دارم، مثلا کاتالونیا در اسپانیا میتواند میاد سرباز وظیفه اسپانیایی مثلا میکشه؟ نخیر. ببینید کاتالونیا، اسکاتلند، کبک، اینا مناطقی هستن که همشون استقلال طلبن، ولی خوشبختانه در کشور، اجازه بدید، اینا خوشبختانه در کشورهایی هستن که دموکراسی مطلق یا دموکراسی مورد پذیرش عموم قرار داره. به همین دلیل باید از طرق قانونی عمل کنه و از طرق قانونی هم بستر سیاسی متفاوته. اتفاقا راجع به بستر سیاسی که تروریسم ازش بلند میشه یه نموداری خواهیم داشت در ادامه برنامه، ولی میخوام از خانم بهمنی بپرسم که
اگر ما تعاریف اولیه دولت رو بسنجیم، به نتیجه می‌رسیم که دولت ناچار امنیت برقرار کنه، و اگر دولتی به این نتیجه برسه که یک گروه مخالف مسلح امنیت رو مخدوش کنه، به راحتی به شهروندان خودش میتونه بگه که من به اینها حمله میکنم برای اینکه امنیت شما رو به هم میزنن دیگه. این یه چیز پذیرفته شده جهانیه دیگه، توی یک کنوانسیون جهانی هم هست. اجازه بدین یکم بیشتر به من وقت بدین که من سابقه تروریسم جمهوری اسلامی مربوط به آحاد، گروه، افراد، سازمان ها و حتی مکانیزم های بسیار وسیع تری از این هست. ببینید قتل های زنجیری در ایران صورت گرفت، این برای چی بود؟ مسلح بودن. فریدون فرخزاد، شاپور بختیار، چه میدونم کاظم رجوی، تمام مثلا خود آقای قاسملو در میز مذاکره صلح با اونها و آشتی کشته شد. شرفکندی در یک رستوران کشته شد با هم همراه همراهاش. میخوام بگم که همه رو معطوف کردن به یه عمل موشکی معین تمام قضیه رو توضیح نمیده. پروسه مسئله ترور در ایران از جانب جمهوری اسلامی یک طرح سازمان داده شده کاملا فکر شده، چه در ابعاد آحاد و افراد و گروه ها، چه در یک بعد وسیع تر که به سازمان های کرد مربوط میشه. بیچارگی سازمان های کرد اینه که در دفاع برای دفاع از خودشون هم در خاک همجوار یک کشور دیگه، نه در خاک خودش. ایشون میگن این سازمان غیر قانونی، این سازمان غیر قانونی با هر مختصاتی به سرزمین دیگری رفته و در اونجا پناهنده است، با موشک مورد حمله قرار میگیره. من نمیدونم قوانین بین الملل در این مورد چی میگه. میخوام بگم که این یه پروسه و یک امر نهادینه شده است، سازماندهی ترور از جانب رژیم نسبت به هر کس، حتی اگه سر سوزنی مخالف موجودیتش. این حمله موشکی به اندازه کافی گویا نیست. اگر به موارد دیگه نگاه کنیم اون وقت درک بهتری خواهیم داشت. اتفاقا یک نمودار من میخوام روی این صفحه پشت سرمون بندازیم و بر اساس اون سوالی بکنم از آقای محمد ولی. این نمودار رو ما از اون چه که GTD هست گرفتیم، یعنی مطالعه سازمان ملل در مورد Global Terrorism Data که راجب تروریسم در این مطالعه سالیانه سازمان ملل نمودارهایی میاد. این نمودار مربوط به 2016 است. در این نمودار ما میبینیم که ما چون دیدیم که شفاهن میتونم ترجمه کنم، خود اصل نمودار رو از سند سازمان ملل برداشتیم، من ترجمه میکنم. در این نمودار رابطه بین شرایط سیاسی، بستر سیاسی یک کشور، درجه اختناق و سرکوب سیاسی با میزان تلفات تروریسم بررسی شده. در این ستون بزرگ قرمز سمت چپ من میبینید که 52% تلفات تروریسم در سطح جهان در 2016 مال کشورهایی است که the whole population abuse دارن، یعنی بیشترین سرکوب سیاسی علیه جمعیت کشور هست. در ستون بعد میبینیم یک گروه دیگه کشورها که در تعریف اول نمی گنجن اما widespread rights abuse دارن، نقض گسترده حقوق بشر دارن، 40% از تلفات عملیات تروریستی. گروه سوم این کشورها میرسیم، روی صفحه تلویزیون میبینن بیننده ها، extensive political imprisonment، کشورهایی که در اون گروه اول دوم قرار نمیگیرن ولی زندانیان سیاسی زیادی دارن، و به کشورهایی که از نظر سیاسی وضعیت بهتری دارن میرسیم میبینیم زیر 1%. سوال من اون وقت آقای محمد علی اینه که آیا این نشون نمیده که بستر تروریسم اختناق سیاسیه یا درجه اختناق سیاسی؟ من اینو تایید میکنم اما یه چیزی میخوام بگم. نه این رو تایید میکنید؟ به این ترتیب در تروریسم سیاسی در ایران در 40 سال اخیر چه از جانب مخالفانش چه از جانب خودش، چون خانم بهمنی اشاره کرد به قتل های زنجیره ای. الان من خب خواستم اشاره کنم اتفاقا همون قتل های زنجیره ای، من خیلی دربارش نوشتم و مطالب گفتم و
و خود آقای سعید امامی ما را زندانی کرده. خود آقای سعید امامی شما را زندانی کرده؟ خودم شخصا در ایران؟ آره در ایران ما را زندانی کرده، بازجویی کرده. شما به عنوان در کسفت خبرنگار بودید؟ به عنوان خبرنگار برای العربیه؟ نه نه اون وقت العربیه نبود، من برای مجله الوسط و رادیو. این از این جهت پرسیدم که حتما مخاطب میخواست بدونه. آره برای رادیوهای عربی و تلویزیون عربی اون وقت و مقالاتی می نوشتم. من البته نه فقط زندانی شدم، من در معرض ترور هم قرار گرفتم. در ایران؟ نه در امارات اومدم بیرون. نیروهای مخفی، نیروهای خودسر، هر چی اسمشون بگذارید، ما را تهدید کردن اول و بعدن ما را ترور کردن. این داستانش مفصله. ترور به چه شکل؟ یعنی ترور سمی. مسموم کردن و اطلاعات امارات میدونه و اطلاعات انگلیس هم خیلی خوب میدونه. من چرا اصلا اومدم اونجا؟ اومدید انگلیس منظورتون؟ آره بحث من اینه، یعنی من حرف ایشون کاملا تایید میکنم. قطع زنجیره تروره، کشتن آقای قاسملو تروره، کشتن من اصلا رفتم سر مزارشون در پاریس، فیلم هم ساختم، من خودم فاتحه هم خوندم. یعنی من رفتم سر مزار آقای مرحوم قاسملو چون خیلی بهم به فکرش و به کتابهاش اعتقاداتی داشتم و جزئیات و رفت سر مزار آقای نه میخوام بگم که ما مرحوم صادق شرفکندی ما ضد حق ملت کرد برای بله آقای محمد علی سوال اینه در سیکلی که تروریسم ایجاد میکنه و تروریسم پناه بردیم به کردستان خب. من میخوام اینو بگم، یعنی پناهندگی رفتن ایشون یا مثلا گروه خودشون در کردستان درسته ایجاب میکنه، جمهوری اسلامی ایران نباید به اونها حمله میکنه، اما وقتی که از پایگاه خودشون از پناهندگی خودشون استفاده میکنن برای تغییر رژیم یا برای جدا طلبی کردستان ایران از اون وقت میشن هدف مشروع عملیات و اون وقت دیگه اون عملیات رو شما تروریستی نمینامید. این ماده‌ای که ایشون اشاره کردن شما توضیح دادید آقای محمودی، میشه چنین گفت که یک سازمان مخالف مسلح اگر عملیات نظامی کنه دیگه حمله بهش تروریستی نیست حتی با موشک به گفته ایشون؟ ممکن اینطور باشه، من نمیخوام قاطع بگم این رو بله. برای اینکه از حقوق دان شما انتظار جواب قطعی و 100% داده شو اختلاف نظر زیاده بله. ولی شخصا من نظرم این است که اگر یک گروهی سازمانی مسلح بشه و برای اهداف سیاسیش به یه دولتی حمله بکنه، این مسئله به خصوص در این ابعادی که دیدین در ابعاد بزرگ احتمالاً دولت در واقع حق دفاع مشروع از خودش رو خواهد داشت. ولی باز اینو تاکید میکنم مسئله دفاع مشروع یه مسئله است، تناسب و نیازش یه مسئله دیگه است. یعنی شما باید اینو اثبات بکنید که در حمله هایی که به ما شده در حدی است که نیاز به جواب داره و بعد جواب ما متناسب با اون حمله است. تمایل بین کشورها هست که به بهانه های مختلف توسل به زور روز اضافه بکنن، به خصوص مسئله تروریسم یه بهانه‌ای شده در دو دهه گذشته، از اروپا شروع شد ولی الان ترکیه مثلا در سوریه یا موارد مختلف از ترکیه در عراق، اینا همشون با ادعای دفاع از مشروع در مقابل تروریسم در واقع دارن عمل میکنن. من میتونم سوالی از آقای بله. محمودی بله. در همین چارچوب بله. که میره تو همون زمینه تروریسم، قتل نفس و اعدام های سیاسی رو شما میتونید در مقوله تروریسم بگنجونید؟ بله ولی ببینید عمدتاً به خاطر تفاوت بله، منش بله. تفاوت فرهنگ بله، تفاوت البته زن. تمام اون مثالایی که شما زدید البته دولت ایران هیچ کدومش خودشون نپذیرفتن، مثلا همین قتل فرخزاد یا قتل نمیدونم شاپور بختیار، اینا رو دولت ایران رسما نپذیرفته ولی زنجیره‌ای رو قتل‌های زنجیره‌ای ولی دادگاه‌های مثلا آلمان اینو پذیرفت در مورد آقای نیکونوس پذیرفتن. تلاش دولت‌ها برای توسعه معنایی تروریسم خودش ماجرای جالبیه. من یکی دو تا مثال دارم براتون بزنم. در 1987 ایران یک تعریف پیشنهاد داده به سازمان کنفرانس اسلامی برای تروریسم، گفته که تروریسم is an act carried out to achieve an inhuman and corrupt objective. تروریسم عملی است که به قصد اهداف مفسده انگیز و غیر انسانی انجام میگیرد، که چنان
این مشکل رو وسیع میکنه که چون اون چه که مفسد انگیز از نظر دولت ایران از نظر دولت آمریکا کاملا میتونه متفاوت باشه. به این ترتیب استناد به دولت ها و اقداماتی که میکنن که البته فقط ایران نیست، مثال دیگه ای که من دارم در 2014 عربستانه، جزء عربستان در 2014 یک قانونی رو در قوانین داخلی خودش گنجوند در مورد تروریسم و بر اساس اون گفته میشه که عملی که باعث اخلال در نظم و ثبات بشه و باعث اخلال در وحدت ملی بشه این تروریستیه. البته چند چیز دیگه هم در ادامهش اومده. تلاش دولت‌ها می‌خوام ببینم که به این ترتیب میشه به دولت‌هایی مثل ایران اعتماد کرد برای اینکه تعریف از تروریسم بدن و بر اساس تعریف خودشون بیان اقدام کنن در مبارزه با تروریسم. شما الان بحث عربستان هم مطرح کردی، یعنی گفتی متفاوته. بله. عربستان سعودی اومده یک نفر به نام حسن فرحان المالکی اومده محاکمه میکنه، میخواد محکومش میکنه به اعدام چون دعوت کرده برای همزیستی با طائفه دیگری خودش بله. نیه. تو من اولی مثالی که زدم از یعنی تلاش دولت یعنی خیلی توصیح در مورد میکنه. ایران بود، اما در مورد ایران بله. من البته من کاری ندارم که مثلا در کنفرانس اسلامی چی گفته، اما ایران خودش در معرض اصلا هدف تروریست ها قرار گرفته بود. خودت که میدونید اگر شما آمار دیگران هم میگیرید آمار ایران هم بگیرید، ایران بله. آمار داره فقط از مجاهدین خلق، سازمان به نام مجاهدین خلق 17000 نفر در ایران کشته شدن، بیشترشون یا خیلی از اونها هم غیر نظامی بودن، روحانی بودن، مثل دستغیب و غیر دستغیب. بله متوجه هستم آقای محمودی. فارغ از اینکه اون تعریف شناخته شده تروریسم چیه، آیا یک موجودیت سیاسی چه دولت باشه چه یک گروه باشه چه یک فرد باشه، این موجودیت سیاسی این میتونه بگه که چون من هدف این نوع اعمال تروریستی قرار گرفتم میتونم مرتکب این نوع اعمال تروریستی بشم؟ به نظر من نه، برای اینکه موجب بیقانونی میشه و هر عملی موجب بیقانونی بشه باید جلوش گرفته بشه. اجازه بدید این سوال اصلیتون که مسئله گسترش مفهوم تروریسم بودش، اینا من اضافه بکنم که دولت‌های نفعی دارن در این گسترده‌تر کردن این تعریف، برای اینکه آزادی عمل بیشتری داشته باشن که با هر موضوعی می‌خوان به من یه مهر، هر جایی رو که دوست ندارن یه مهر روش بزنن. دیروز خوندم مثلا امریکا حوثی‌ها رو در یمن به من تروریست که چیزی که قبلا نمی‌گفتن گفتن. طبیعی است برای اینکه آزادی عمل بیشتری در اونجا پیدا بشه. یک مشکل عمده این گسترش مفهوم تروریسم مسئله تضادش با حقوق بنیادین بشره، برای اینکه حتی در کشورهای مثل کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد که همیشه معتقد به مسئله حقوق بشر بودن، ناچارن این گسترده کردن مفهوم تروریسم باعث شده که پاره‌ای از این حقوق بنیادین، آزادی اجتماعات، آزادی بیان، آزادی سفر، اینا همه رو محدودش کردن برای مبارزه با تروریسم. بنابراین به نظر من یک تحول منفی نگران کننده است که در اتفاق میفته. خانم بهمنی، ما مثال‌های دیگه شناخته شده‌ای داریم از تروریسمی که نتیجه میده، یعنی به اون هدفهایی که میخواد میرسه، 11 سپتامبر یا شکلگیری و گسترش حوزه داعش. این مثال رو از این جهت میزنم که علارغم تمام این اختلافاتی که ازش صحبت میکنیم کما بیش دیگه پذیرفته شده که اینها تروریستی هستن، هم از جانب دولت ها هم از جانب گروه های مخالف اون دولت ها. این دو تا مثال بود از نوع تروریسمی که به هدف رسید دیگه، هرچند داعش بچه‌ها کرد ولی مناطق وسیع رو در وحشت و هراس فرو برد. و شما اگه دو سال پیش این موقع راجع به داعش صحبت می‌کردیم ممکن بود به این نتیجه برسید که به زودی داعش سراسر عراق رو می‌گیره و حتی سوریه. به این ترتیب میشه گفت تروریسم میتونه به نتیجه برسه، به هدف خودش برسه؟ نه، بستگی داره در چه ابعادی باشه. این ترور یک نفر در مقابل یک طرف خب یک هدف محدودتری داره تا صدور ترور به تمام منطقه بر اساس مثلا صدور انقلاب اسلامی در جهان که از جانب جمهوری اسلامی صورت میگیره. الان کل منطقه خاورمیانه رو بالاخره با اون وضعی که مشاهده میکنین مواجه ساخته. من فکر میکنم فرق میکنه، یعنی حتی درجه ایشون اشاره کردن تناسبی باید داشته باشه حتی با خود تعریف، با دامنه خود تروریسم. آقای محمدعلی شما نظرتون چیه؟
به نتیجه میرسه وقتی که دولت ها پشتش هستش. یعنی مثلا ترور یک اصطلاح وجود دارد به نام تروریست بین الملل. تروریست بین الملل این اصطلاح خود امریکا اومده گنجادیده و مطرح کرده تا همیشه میگه من مبارزه میکنم ضد تروریست. قبلا یک دشمنی براش ساخته به نام اتحادیه شوروی، بعد از اتحادیه شوروی الان اومد همون تروریست داعش، یعنی اسلام سیاسی. میخوان به جوری از اسلام سیاسی به عنوان یک خطر همیشه مطرح میکنن در اروپا، در غرب، در امریکا، و همیشه به عنوان یه دشمن ازش استفاده میکنن. یعنی تروریسمی که از جانب به گفته شما گروه های مخالف دولت ها از طالبا منکوب میشه، سرکوب میشه، مزمحل میشه، به نتیجه نمیرسه، ولی تروریسم مورد حمایت دولت ها به نتیجه میرسه. 100%. چه نوع دولت هایی؟ دولت های مثل امریکا و هر کشوری که استفاده میکنه از سازمان های تروریسم. ایران رو در این جمع قرار نمیدید؟ به هیچ وجه. چون من البته شما خودتون خطای زنجیره‌ای رو پذیرفتید. نه ایران سیستم ایران، ایشون حرف خوبی زده. ایران مثلا در قضیه میکونوس یا در قتل مرحوم آقای حتی شهبور بختیار، و من اطلاعاتی دارم، یعنی من اگر یه روزی میخوام صحبت کنم با شما اطلاعات دقیقی دارم. خیلی بگید در اون دادگاه حضور نداشت؟ نه غیر از این. اصلا ایران، سیستم ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران اینو نپذیرفته و نکرده. ممکنه میگم ها، ممکنه یک گروه های غیر خودسر به اصطلاح، همون که ترامپ یاد داد به آقای محمد بن سلمان، گفت بگو نیروهای خودسر جمال خاشقایی رو کشتن، ممکنه در ایران صدق میکنه، اما در عربستان سعودی صدق نمیکنه. چرا؟ البته قتل افراد مثلا متوجه هستم. یعنی شما فکر میکنید در مورد عربستان عمل نمیکنه چون عربستان حکومتش یک پارچه است و گروه خودسر نداره؟ یعنی حرف عربستان رو باور نمیکنید وقتی میگه خاشقچی رو خودسرها کشتن، ولی ایرانی ها رو قبول میکنید؟ اگر در ایران همچین اتفاقی بیفته، من حتی به بی‌بی‌سی عربی هم گفتم روز اولی که وقتی که عربستان سعودی. خانم بهمنی، شما چیزی میخواستید بگید در جواب ایشون؟ نخواستم بگم این همه اقدامات برون مرزی ایران رو شما در چه مقوله‌ای میگنجونید؟ ثابت کنید شما البته من محکوم ترور کردن خب این شرفکندی، قاسملو، بختیار محکوم میکنم، اما برای من ثابت نیست که پشتش جمهوری اسلامی. بله، این یه بحث دیگه است. میخوام بپرسم از شما آقای محمود پیش از پایان برنامه که فکر میکنید تروریسم نتیجه میده. ما اون دو مثال رو گفتیم، داعش و 11 سپتامبر، ولی عموماً عملیات تروریستی به شکل تناقضواری باعث میشن که گروه تروریستی هم رو بیاد و این زمینه اضمحلالشون رو فراهم میاره دیگه. خود داعش مثال خوبیه دیگه. البته این میانه رسانه ها نقش مهمی دارن دیگه. در جهان کنونی عملیات تروریستی تاثیر رسانه ها بازتاب پیدا میکنن و این دیگه به این ترتیب سوال دشواری شده. بله. که تروریسم نتیجه میده یا نمیده؟ بله، به نظر من اولا من با نظر شما مخالفم، برای اینکه شما گفتید که اینا نتیجه داده. من اینو نتیجه دادن نمیبینم. من فکر میکنم نه ابدا، برای اینکه هدف چی بود اصلا؟ هدف این بود که آمریکا رو به خاک بکشن یا بی آبرو بکنن اینا، و اصلا اینجور نشد. هدفش این شد که آزادی‌های فردی حتی در کشورهای دموکراتیک هم محدودتر شد، جمعاً به ضرر همه تموم شد. خب اینم خودش نتیجه است. بله، ولی نتیجه از دید کی؟ بله، اونا اینو نمیخواستن، اونا میخواستن آمریکا به زانو در بیاد. اونهایی که اقدام میکنن به عملیات تروریستی در واقع امید دارن به بازتاب این عملیات در رسانه ها دیگه، و جهان کنونی جهانیه که رسانه ها به شکل انفجاری دارن تاثیر گذار. از این دیدگاه البته موفقن، کاملا. حتی 11 سپتامبر موفق بود، برای اینکه یک عملیات غیر مترقبه و بی سابقه بود که همه دنیا مدت ها حتی امروز راجعش صحبت میکنن. ولی آیا واقعا هدف عملیات تروریستی فقط همینه که سر خبر اول روزنامه ها و تلویزیون ها بشن؟ به نظر من این چیزی که به عنوان استراتژی مبارزه با تروریسم بین المللی در داخل سازمان ملل متحد در 20 سال گذشته بوده و روی 4 ستون مختلف برنامه ریزی شده، و مهمترینش ریشه یابی و علل تروریسم چی میشه که یه نفر حاضر بمب خودش ببنده بره خودشو بکشه. این مهمتره تا اینکه شما در واقع این ببینید نتیجه داد یا نه. به آخر برنامه این هفته میرسیم. تشکر که پایین بحث نشستید و تشکر از مهمانهای برنامه، سعید محمودی، ناهید بهمنی و نجاح محمد علی.
پرگار رو پیش از تلویزیون روی یوتیوب هم منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو زودتر ببینید در روزهای شنبه. پرگار تلویزیونی و پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. شب و روز بر همه شما خوش.